نادر نادری عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان از بهر دریافت دیدگاه های فعالان جامعه مدنی، بزرگان قوم و دانش آموخته های بلخ درباره گفتگوهای صلح با طالبان اینجا به مزار شریف آمده است. چقدر قوی است هیئت که افکار جنگی طالبان را به چالش بکشه و بگه که ما حقوق زنان را سیاسی و مدنیشان را میخواهیم، ما بگه که حقوق اطلاعات و آزادی بیان را میخواهیم. کمیته های تکنیکی مسلکی در هر بخش از مذاکرات ایجاد شود. من فکر نمیکنم که تمام هیئت با وجود تمام توانمندی هایی که داره بتونه در تمامی مسائل افغانستان تخصصی صحبت کنه. متاسفانه افغانستان بسیار مناسب برای رشد گروه های تندرو دارم، یعنی تضمین جهانی باید وجود داشته باشد، چون این نگرانی است که تمام مردم افغانستان را دارد. شرکت کنندگان در این نشست بر پایان دادن جنگ و رسیدن به صلح پایدار در کشور تاکید می‌ورزند. آنان می‌گویند که در تصمیم گیری های کلان باید نقش مردم به ویژه زنان نادیده گرفته نشوند و حقوق اساسی شهروندان کشور فراموش نشود. اگر نادری صاحب در اختتام مجلس برای ما و شما همی وعده را بتن که به هیچ صورتی از این ارزش های دموکراتیک فروگذاشت نخواهند کرد و یا ارزش ها را روی میز قرار نخواهند داد، ما خیلی ازشان خوشحال میشیم و چون همی توقع را ازشان داریم. شما ماده 22 قانون اساسی و ماده 53 و ماده 4 نقض کردین و مواد بیشمار دیگه نقض شده که با حضورتان در اینجا در کنار که نظریات میگیرین آرزومند هستم، با توجه به موقف های حکومتی هم که دارین حکومت ترغیب به تطبیق یکسان قانون بکنین. در این میان نادر نادری عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت نشانه این است که اراده سیاسی برای صلح پایدار در کشور وجود دارد. ما به عنوان طرف جمهوری اسلامی تمامی و آمادگی ها را داریم که نقاط مشترک پیدا کنیم، نقاط مشترکی را که درد و خواهش و آرزوی شما داشت نفته باشه و از اون طریق بتانیم یک آینده مشترک بسازیم برای افغانستان، نه ای که هی یا او حاکم باشه، مردم حاکم باشه و ای پیامتان را به صورت واضح ما گرفتم. این عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که طالبان در روزهای پسین خشونت‌هایشان را در کشور شدت بخشیده است که ادامه این روند گفتگوهای صلح را با دشواری روبرو خواهد ساخت.